بهشه شما مسله شما هارا که هم ذخر صدیق خود و شلی که برای یشیوای پنیویژ فداکاری بسیار فراوانی رو انجام میدادند و واقعا از جان مایه میگذاشتن برای اینکه یشیوا روز به روز گستردهتر بشه و آموزش تورات نغ بین جوانان، افزایش پیدا کنه در یکی از مسافرت هایی که به آمریکا داشتند برای اینکه بتونند با افرادی که اونها رو حمایت میکنند یک ملاقاتی داشته باشند که بتونند کمک های مالی رو جمع کنند و به نو فعالیت های یشیوا رو گسترش بیشتری بدند متوجه شدند که اون افرادی که قبلا بهشون کمک میکردند مثل اینکه در منزل یا در محل کار نیستند هر جا که هاراو میرفت طبق اون آدرس هایی که داشت میدید که عرض شود یا چراخ منزل خاموش است و کسی اونجا نیست یا عرض شود که مغازه ها یا اداره هایی که اون افراد در اونجا کار میکردند تعطیل هست و پیش خودشون گفتن که خب اگر که وضع به این نحو هست شاید که امروز روز مناسبی نباشه من برنامه جمعآوری هدایا و کمک ها به یشیوا رو به فردا موکول میکنم وقتی که ایشون جویا شد از این طرف و اون طرف متوجه شد که واقعا یک امر مهمی در جریان است و اون اینه که یک جلسه مباحثه است بین ربانیم ارتدوکس ربانیمی که تورا رو اونطوری که باید و شاید به مرحله اجرا میگذارند افرادی که میخوان در راه حلاها گام بردارن و افرادی که خودشون رو به عنوان راوهای رفرمی معرفی میکنند و راف انگامی که دید که کاری نداره الان انجام بده گفت که خوبه که من هم در این جلسه برم و ببینم چه خبره اینا ما میخوان بحث کنن و به قول معروف مناظره کنن ببینم وضع به چه نحوی است انگامی که راو در, در اونجا دید که بله از افراد اونجا هستند و در یک سمت اون اشخاصی هستند که در حال نماینده یهودیت ارتدوکس هستند و در سمت دیگری اون افرادی که نماینده های رفورم ها هستند یک دفعه اون فردی که به عنوان نماینده ارشد یا راب رفرمی بود از جا بلند شد و با یک غرور و تکبر خاصی صدا زد به اون فردی که ارتودکس بود و اون هم نماینده ارشد اون دسته بود و گفت که از نماینده ارتودکس ها میخوام که بلند شه بیسته من ازش سوال دارم اون فرد بلند شد استاد و راب رفرمی گفت که من یک سوالی دارم و میخوام بپرسم که تو که خودت رو به عنوان یک یهودی ارتودکس معرفی کردی آیا شبات رو نگه میداری یا نه در اون مقطع نگهداری شبات با تمام حلاخه ها و قوانینی که داره در آمریکا یک امر بسیار بسیار سخت و مشکلی بود که شاید کمتر اشخاصی میتونستند شبات رو کاملا اونطور که باید و شاید خوب نگه دارن حتی اون یهودیایی که یهودیای مؤمن و معتقد و ارتوتوکس بودن اونها هم نگهدار شبات براشون سخت بود اونطور که باید شاید نمیتونستن شبات رو کامل نگه دارن این بود که نماینده ارتوتوکس ها دید که واقعا بد وضعی است رنگ عوض کرد چهرش هر بعد یک مقدار قرمز شد بعد رنگش پرید اینطور اونطور و سعی میکرد به جواب نده از پاسخ دادن تفره بره و شروع کرد به صحبت کردن که بله شبات یکی از دستورات مهمی است که خدا به ما داده و باید که شبات رو نگه داریم و همین که داشته حرف میزد نماینده اون رفورمیا گفت که من سوال کردم که آیا تو شبات رو نگه میداری یا نمیداری دوباره اون نماینده اسرائیل های ارتدوکس شروع کرد به صحبت کردن سعی میکرد که حاشیه روی بکنه چون که خود شبات رو کامل نگه نمیداشت داشت واقعا خجالت میکشید و اینها دوباره اون را به رفرمی صحبت های اون فرد رو قطع کرد و گفت که آقا پاسخ من یک کلم است یا بله یا نه از تفر رفتن و حاشیه روی خودداری کن محکم این صحبت رو کرد و اون شخصی که نماینده یهودیان مؤمن و معتقد بود گفت که متاسفانه نه من شبات رو کامل اونطور که باید و شاید نگه نمیدارم و واقعا چهرش مملو بوز از شرم و خجالت رنگ روش کاملا این مطلب رو عنوان میکرد و اون رو به به قول معروف آتا اومد دستش و شروع کرد به خندیدن و شروع کرد به خوشی کردن که بله بیا ببینید این افرادی که ما رو مرتد اعلام میکنند و میگن که ما یهودیان منحت و منحرف هستیم و از این صحبت ها خودشون ببینید به چه صورتن اینکه نمایندهشون از تو بزرگترشونه میگه من شبات رو نگه نمیدارم دیگه از ما چی میخواین و داشت خیلی به قول معروف این طرف و اون طرف جست و خیز میکرد و به عنوان این کلان تو این مناظره پیروز شده خیلی دست بالا رو گرفته بود راف که منزق صدیق که اونجا بود و شاهد تمام این برنامه ها بود اجازه خواست که صحبت کنه بهشون اجازه دادن و ایشون محکم گفت که من میخوام که اون فردی که نماینده ارشد رفورم هاست اینجا بیسته و به سوال من پاسخ بده همون راف رفورمی که قبلا بلند شده بود و این ها رو زده بود بلند شد ایستاد راو کنمن از اون راو پرسید که میخوام ببینم آیا تو شبات رو نگه میداری یا نگه نمیداری راو رفرمی با خنده و با افتخار و با خود معروف یک قاطعیت خیلی خیلی بالایی گفت نه معلوم است که من شبات رو نگه نمیدارم و خیلی هم خوشحال بود و خیلی هم به قول معروف به این برنامه مباهات میکرد بود که حالا کنمن گفت که اینجاست که ما میفهمیم که چه تفاوتی وجود داره بین اون فردی که رفرمی است و از راه به در رفته و منحرف شده و تورا رو تحریف کرده حلاخا رو به اون شرکی که خودش میخواد تعبیر میکنه با اون فردی که معتقد به یهودیت هست و خودش رو در چارچوب حلاخای ناب اون چیزی که از بزرگواران و دانشمندان و ربانیم قبل به ما به ارث رسیده قرار داده شما هر دو نفر گفتید که شبات نگه نمی دارید ولیکن نفر اول انگامی که میخواست این مطلب به عنوان بکنه چقدر خجالت میکشید چقدر ناراحت بود و آخر کارم که اعتراف کرد که شباتو نمیتونه خوب اونطوری که باید شاید نگه داره واقعا رنگ روش پرید و از خجالت سرخ شد و به این نحو عنوان کرد که رو نگه نمیداره ولیکن تو که رو نگه نمیداری با افتخار با غرور با شادی با قاطعیت بدون که بخوای تفره بری بدون که بخوای به هر به نحو این مطلب رو بپوشونی شروع کردی به صحبت کردن که بله من رو نگه نمیدارم پس اینجاست که باید متوجه بشیم عکس عملی که فرد داره بعد از انجام خطا نشانگر این است که آیا اون آدم به اجبار به ناچاری در اثر اینکه واقعا در یک موقعیت خاص قرار گرفته آوان انجام داده یا از روی میل و رضایت و علاقه اون آوان رو انجام داده و انگامی که انسان یک گناهی ازش سر میزنه خب برحال ما هم اون انسان هستیم و انسان جای زلخطا است که بعد از ارتکاب به عمل خطا عکس به این نحو است که واقعا نادم هست واقعا پشیمان است واقعا اظهار اون نگرانی و ناخشنودی رو داره مبنی بر اینکه چرا دستش به خطا آلوده شده این نشونه قدوسیت اون فرد است نشونه پاکی اون فرد است ولی برعکس کسی که خطا میکنه و بعد از خطا نه تنها که ناراحت نیست خیلی هم خوشحاله خیلی هم لذت برده و خیلی هم با افتخار این طرف اون طرف اعلام میکنه که اون عمل خلاف رو انجام داده این فرد واقعا باید خیلی خیلی رو خودش کار کنه که به تشوهای کامل برگرده و بتونه در راه پروردگار اونطور که باز شاید قرار بگیره روز و روزگار بسیار خوب و خوشی رو بردمگی از آن آرسومندیم شلو